به نام خدا و با عرض سلام به بخش خبرهای دری کابل نیوز خوش آمدید. من خاطر احمدی هستم با ادامه خبرهای این ساعت. 10 کارمند یک مؤسسه ماین پاکی در ولایت بغلان کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. کارمندان مؤسسه خارجی هلو تراست میگن شب گذشته افراد مسلح بر کمپانی که آنان در آن بود و باش داشتن حمله کردند و بر تمام کارمندان گلوله باری نمودند. حمله ای که حکومت آن را کار طالبان می خواند، اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد و نکوهش کردند. این رویداد واکنش های زیاد را برانگیخته است. برخی از سفارت های خارجی در کابل، اتحادیه اروپا و یونما این حمله را نکوهش کردند و سفارت آمریکا خواهان تحقیقات جدی این رویداد شده است. رویداد اخیر کشته شدن کارمندان یک مؤسسه خارجی ماین پاکی در ولایت بغلان نگرانی های جدی را در رابطه با ادامه کار نهادهای خیریه در کشور ایجاد کرده است. افراد مسلح شب گذشته بر کمپ هلوتراست، یک مؤسسه ماین پاکی خارجی در یکی از مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند که در نتیجه 10 کارمند این مؤسسه را کشته و 16 تن دیگر را زخمی نمودند. کارمندان این مؤسسه میگویند که افراد مسلح نخست دست های همه کارمندان را بستند و سپس بر آنان گلوله باری کردند. سارے وتا کے میں دلوں میں کوئی مخن رہا تھا دیوار تک اور شیخ فزان تک لگا بعد اگر تو دغسن تلاشی بے اوکلا بے سری تلاشی کو چھ فائدہ نکل کافل اور سے تے چھو کی شفاتی ہوا کرے رنجل پورے دم ہوا غسل تے بے فکر تے دریم تا کہ سار کلو بے ویلے تے دفول انگریز دی اور انگلش زمین دی شروع ضربے وکلا خفتن فنچی سر میں قاف شو پوری خلق رحمان کلن مار جام کرن دے تا بودن اور ٹیلیفون ائی تنا بچن ٹیلیفون نو چیز کے دار نمبر پیش میں قوم ہے جو لو میں تقریبا در حدود جا سر پنجا نفر سے چلنا پر زندگی میں کریں ہمیں چیز مار کل چیز مار گرفتار تیزی ما گریشن با مار بودن داخلی و طاقت یا بجای کردن باز دینی شش کسان این مسلاح ما دو با منظور دارن پیش کردن تالون شد بود بوده که بود و تا تن تو تیز مسافر جای بجای روشن این تو پیش کار جای بجای شد رئیس جمهور این حمله خونین را کار طالبان خوانده است و میگوید آنان این کار را به دلیل انجام میدهند که ماین پاکان ماین هایی را که در راه های عمومی فرش شده است به هدف جلوگیری از تلفات ملکی پاکسازی میکنند و وزارت امور داخله میگوید طالبان خلاف تعهد خود نهادهای خیریه را هدف قرار میدهند. حمله بالای کارمندان نهاد مانروبی یک جنایت است. این افراد خدمات رسانی به منظور جلوگیری از انفجارات و کشف و خونسازی ماین ها می کردن، ولی طالبا با تاسف که شب گذشته به این کمپ حمله کردن، تعداد از ماین پاک ها را به شهادت رساندن و تعداد هم مجروح شدن. اما طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند و سخنگوی این گروه می گوید که روابط میان آنان و مؤسسات نرمال است و این گونه حملات را محکوم می کند. این رویداد واکنش های گسترده را برانگیخته است. برخی سفارت های خارجی در کابل، اتحادیه اروپا و یونما این حمله را نکوهش کردند و سفارت امریکا در این رابطه خواهان تحقیقات جدی شده است. مؤسسه هلوتراست نیز تایید میکند که 10 کارمند آنان در بغلان کشته و 16 تن دیگر زخمی شده است. ما تایید میکنیم که 10 کارمند ما در ولایت بغلان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و 16 تن دیگر آنان زخمی شده است. ما این حمله را محکوم میکنیم. کارمندان ما فعالیت های بشر دوستانه داشتند تا زندگی مردم را نجات بدهند. بر کارمندان مؤسسات ماین پاکی قبلا نیز این گونه حملات صورت گرفته است، اما این نخستین بار است که مسئولیت این رویداد را هیچ کس بر عهده نمیگیرد. موضوعی که نگرانی ها را در مورد ادامه کار نهادهای خیریه افزایش داده است. شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند که تجهیزات باقی مانده نیروهای خارجی در پایگاه های بگرام و کندهار در بازار فروخته میشوند. برخی از اعضای ولسی جرگه در رابطه با فروش تجهیزات سربازان خارجی از میدانهای هوایی بگرام و کندهار ابراز نگرانی میکنند و میگویند که شاید فروش این تجهیزات در بخش امنیت اسناد محرم و سری را به دسترس کشورهای دشمن و کشورهای همسایه قرار بدهد. در همین حال ولسی جرگه برای وزیر ترانسپورت که دو روز قبل استیضاح شده بود دعا
دوباره رای اعتماد دادن و در سمت خود باقی ماند. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه روی مسائل مختلف بحث و گفتگو کردند که داغ‌ترین موضوع آن فروش تجهیزات باقی مانده نیروهای آمریکایی در بازار آزاد بود. در حالی که روند خروج نیروهای آمریکایی آغاز شده است، این نیروها یک بخش تجهیزات خود را نیز با خود بردن، اما یک بخش دیگر آن به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد که اکنون در مورد آن نگرانی ها و پرسش ها ایجاد شده است. ولسی جرگه می گوید که برخی وسایل و تجهیزات میدانهای کندهار و بگرام که از خارجی ها باقی مانده بود به گونه آزاد در بازارها فروخته می شود که جلوی این کار باید گرفته شود. دغدی بگرام او کندهار په هوایی ډګرونو کې به تاسو خبري اسې چې هلته څه روان دي. هلته بیخي یو بزنس او تجارت روان دی. هلته اوسپنې چې که جوړې دي یا ناجوړې دي یا په څه ډول باندې خرڅیږي، په دې ثبات باندې زه نه پوهېږم چې ولسي جرګه ولې چوپه ناسته ده. او زموږ ډېر محرم مسایل هلته کله ناکله افشا کیږي. وکلا بار دیگر فعالیت های مسلحانه افراد مسلح غیر مسئول در شمال کشور و ظلم و اذیت آنان بالای مردم را محکوم کردند. اعضای ولسی جرگه همچنان برخورد فتح قماندان خیزش کنندگان مردمی در برابر مردم در ولایت تخار را جنایت انسانی خواندند و خواهان جلوگیری آن شدند. به دلیل درگیری گروه های مسلح غیر مسئول که از طرف برخی از مسئولان ولایت حمایت می شود، عدم توجه و مدیریت والی، اینها همه باعث از این شد که دیروز 9 نفر در اثر تیرباران نیروهای والی بلخشان به شهادت برسند. تخار ولایت کې یو څوک دی د فتی په نوم باندې چې مسئله غیر معصول ده، او دی تخار کې له خلکو نه په زور او شرو زکات په نوم باندې نه حرام پیسې ټولوي. تبات قمانان فتی که واقعا یک تعداد قومه را د وجه بسیار ظالمانه به شهادت رسانده، تشریح شوه بود. ما روز گذشته به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه داده بودیم که به این ارتباط یک هیئت تعیین بکنه در تخار برک و ببینن که قضیه چه رقم بوده. وکلا از اسیر شدن 100 سرباز و زخمی شدن 80 تن دیگر در ولسوالی های قیصار و دولت آباد ولایت فاریاب خبر دادند و صلیب سرخ در بخش انتقال مجروحین خواهان همکاری شدند. اعضای ولسی جرگه بر سقوط ولسوالی ها به دست طالبان انتقاد کردند و از نهادهای مربوطه همچنان خواهان اقدامات جدی شدند. اعضای شخصی، فردی، ولایتی، تبعیض قومی، لسانی، زبانی را کنار بگذارین و به لیاز خدا به ای ذنب من قتلت. این جوانان شما گروه گروه در مسلخگاه، در قربانگاه میروند، چی گناهی دارند؟ ولسوالی های قیصار و دولت آباد در حدود 100 تن از نیروهای امنیتی اسیر است و در حدود 80 نفر هم زخمی و ما از صلیب سرخ خواهش میکنیم که هر چی زودتر در این موضوع اقدام بکنن. اعضای ولسی جرگه همچنان از باجگیری حسیب قوای مرکز زورمند محلی از دوکانداران در منطقه قوای مرکز شهر کابل ابراز نگرانی کردند. وکلا میگویند شمار از دوکانداران بانان به شکایت آمدند که زورمند به نام حسیب قوای مرکز خانواده های آنان را تهدید میکند، بانان مشکلات ایجاد میکند و از هر دوکاندار مقدار مشخص پول میگیرد. ولسی جرگه دو روز پیش قدرت الله زکی وزیر ترانسپورت را استعزا کرده بود و روز چهارشنبه صندوق‌های آرای اعتماد و غیر اعتماد را به وی گذاشته بود، اما زکی با گرفتن رأی اعتماد در کرسی خود باقی ماند. از جمع 158 وکیل حاضر در ولسی جرگه 119 وکیل به قدرت زکی رأی عدم اعتماد دادند، اما برای این کار 125 رأی نیاز بود که تکمیل نشد و وی در کرسی خود باقی ماند. از 119 مجددا در پستشان ابقا کردید.
فروش تجهیزات باقی مانده نیروهای خارجی به گونه‌ای آزاد در بازارها در حالی است که وکلا ابراز نگرانی می‌کنند که شاید بخش بزرگ این تجهیزات به هدف فروش به کشورهای همسایه منتقل شود. اعضای تیم مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پس از تأخیر طولانی مدت در مذاکرات بین افغانی شام گذشته اولین نشست خود را برگزار کردند. وزارت دولت در امور صلح و دفتر طالبان در قطر میگویند که در این نشست بر تسریع روند مذاکرات تاکید بر آجندای مذاکرات تفاهم شده است. از سوی دیگر هندوستان تایمز گزارش می‌دهد که مقامات هندی با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در رابطه با صلح افغانستان گفتگو کردند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی میگوید تا زمانی که میان حکومت و طالبان بر قیمت صلح تفاهم ایجاد نشود این تلاش ها نتیجه نمیدهد. همزمان با سفر زلمه خلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به منطقه میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در دوحه مجلس شده است. وزارت دولت در امور صلح و دفتر سیاسی طالبان در قطر میگویند که در این نشست بر تسریع مذاکرات تاکید و بر اجندای مذاکرات صلح تفاهم شده است. تیر ماشم د دوارو مذاکراتی پلاوی د مشرانو او یو شمیر غړو ترمنس ناست تر سره شو. په دې ناسته کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکتیا او اجندا باندې تفاهم وشو. تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمیر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجندا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. این در حالی است که زلمه خلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هنگام سفرش به کابل در نشست با مقام‌های افغان و رهبران سیاسی هشدار داده است که اگر مذاکرات صلح به نتیجه می‌رسد یا نه، اما آمریکا تا هفته‌های آینده به گونه کامل از افغانستان خارج خواهد شد. اما ارگ ریاست جمهوری میگوید که آنان خواهان به پایان رساندن کامل جنگ و برقراری صلح پایدار هستند که جهانیان نیز در این بخش با آنان هم نظرند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان معتقد به پایان خشونت های نامحدود است و ما معتقد به برقراری صلح عادلانه و پایدار هستیم. در این راستا موقف ما و همسویی ما با آمریکا، با اتحادیه اروپا و با ناتو ما همسو هستیم. کاهش خشونت را ما هم میخواییم، قطع جنگ را ما و دوستان استراتژیک ما میخواییم. این در حال است که روزنامه هندوستان تایمز به تازگی خبر داده است که مقام‌های هندی با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر پیرامون صلح افغانستان صحبت کردند. مقام‌های هندی برای نخستین بار با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر صحبت کردند. این گفتگوها تنها با آن عدد طالبان صورت گرفته است که در مورد افغانستان مفکوره ملی دارند و تحت تاثیر پاکستان نیستند. میان مقام‌های هندی و ملا برادر گفتگوها صورت گرفته است، اما هر دو جناح تاکنون در رابطه با برگزاری کدام نشست رسمی تصمیم نگرفتند. از سوی دیگر رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید تا اکنون میان حکومت و طالبان به قیمت صلح کدام تفاهم ایجاد نشده است و تا زمانی که قیمت صلح تعریف نشود این مذاکرات سودی ندارد. اختلاف بگیره که در قیمت صلح بانده تروس سر موافقه نداشوی، در وند صلح که تروس موافقه نداشوی، بهرانه حوادو هم تروس به دیبان موافقه نداره. یا دلیل چه استانبول کنفرانس وار وار وزنده ده دلیل یم داره ده او ده خیلی چه متاسفانه دوال خواه وسیله دی چکتنان موک تروس متاسفانه زانم چکتن کره ندی که چکتن وای باید در خطرات و در تهدیدونه چه ده حواد متوجه دی اغم باید در کلی وای دقیقه پساس باندیم خودخواهی نتیرشی وای اوراغلی وای پیور تغر سر ناست وای. این نشست میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در دوحه در حال برگزار می شود که از چند ماه به این سو مذاکرات صلح متوقف بود، اما آگاهان می گویند تا زمانی که نشست چون استانبول برگزار نشود این گونه تلاش های صلح زیای وقت است. وزیر امور خارجه آمریکا می گوید که افغانستان را پس از خروج نیروها نیز تنها نمی گذارد. بلینکن که به مجلس سنای آمریکا سخنرانی می کرد گفت
ایالات متحده به همکاری های خود با افغانستان ادامه می دهد. سفارتش در کابل فعال خواهد بود و آمریکا بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان را وابسته به خروج سربازان خارجی نمی داند. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به یک پرسش کمیته روابط خارجی که سرنوشت جنایات جنگی در افغانستان چه خواهد شد، بدون ارائه جزئیات گفت که آمریکا به تامین عدالت متحد است. در اوج نگرانی ها در رابطه با وضعیت پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ایالات متحده می گوید آنان پس از خروج نیروها نیز افغانستان را تنها نمی گذارند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که در مورد بودجه سال مالی آینده در سنای آمریکا سخنرانی می‌کرد گفت پس از خروج نیروهای آمریکایی نیز به همکاری‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی خود با افغانستان ادامه می‌دهیم و می‌گوید اگر وضعیت بیشتر دشوار شود در چند روز تغییر نمی‌یابد و وضعیت را به خروج سربازان این کشور وابسته نمی‌خواند. با خروج نیروهای ما از افغانستان این کشور را ترک نمی کنیم. ما در آنجا باقی می مانیم. سفارت ما فعال خواهد بود. پروگرام های ما ادامه می یابد. اگر وضعیت امنیتی به سطح گسترده خراب شود، بنابراین وضعیت در چند روز تغییر نمی کند. به همین اساس من حتما بدتر شدن وضعیت امنیتی را وابسته به خروج نیروهای خارجی در ماه های آگوست و سپتامبر نمی دانم. وزیر امور خارجه آمریکا همچنان هنگام سخنرانی میگوید آنان بر این امر تمرکز بیشتر میکنند تا دستاوردهایی را که در بخش زنان صورت گرفته است نگهداری کنند، زیرا آنان بر بخش پروگرام ها برای زنان افغان 800 میلیون دلار هزینه کردند. از سوی دیگر الهان عمر نماینده سومالیای الاصل کمیته روابط خارجی ولسی جرگه آمریکا پرسش را در رابطه با جنایات جنگی طالبان و حکومت در افغانستان مطرح کرد که آمریکا چگونه عدالت را تامین خواهد کرد. شما در مورد افغانستان صحبت نمودید، اما من هیچ گونه شواهدی را نمی بینم که محاکم افغانستان بتوانند با رویدادهای جرایم جنگی و ضد بشری در افغانستان رسیدگی کنند. نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح جنایات جنگی را در افغانستان مرتکب شدند. اگر این قضیه ها در داخل افغانستان بررسی نشود، آیا خواست محکمه جرایم جهانی برای تامین عدالت پذیرفته خواهد شد؟ من باور دارم به این مانا که اگر قضیه ای برای بررسی باشد، برای قضاوت در مورد آن عدالت صورت می گیرد. در این حال نماینده سومالیای الاصل آمریکایی نیز پرسش را در مورد سرنوشت زندان گوانتانامو از وزیر امور خارجه مطرح کرد که آیا آمریکا در حالی که اکنون پلان گرفتاری زندانیان وجود ندارد، اراده مسدود نمودن این گونه زندان را ندارد؟ وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده در همین بخش کار میکند و یک اداره خاص نیز در مورد فعال خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا امکانات و ظرفیت‌های را در منطقه دارد تا اجازه ندهد که افغانستان به لانه امن تروریسم مبدل شود. قصر سفید به حواله نامه‌ای که جو بایدن به کنگرس نوشته است گفته است که ایالات متحده از وجود خطر تروریسم در افغانستان چشم پوشی نمی کند و آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم در منطقه امکانات و ظرفیت‌هایی خواهد داشت تا اجازه ندهد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل شود. در همین حال وی میگوید که آمریکا بر اساس دیپلماسی میان افغانستان و طالبان از گفتگوهای صلح حمایت خواهد کرد که سازمان ملل در آن نقش تسهیل کننده را دارد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن حمایت از خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته است که خروج نیروها به این معنی نیست که آنان پس از این به افغانستان توجه نمی‌کنند. قصر سفید و نقل از نامه‌ای که جو بایدن به کنگرس این کشور نوشته گفته است ایالات متحده از تهدید تروریسم در افغانستان چشم پوشی نمی‌کند، اما در منطقه امکانات و ظرفیت‌های را به هدف مبارزه با تروریسم خواهد داشت تا اجازه ندهد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل شود. ایالات متحده در منطقه در بخش مبارزه با تروریسم ظرفیت ها و امکانات را در اختیار خواهد داشت تا اجازه ندهد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل شود.
و ای میگوید آنان حکومت افغانستان و طالبان را تشویق میکنند تا بر تعهدات خود عمل کنند و اجازه ندهند تا از خاک افغانستان بر امریکا و متحدانش حمله شود. در این حال وی میگوید امریکا با وسیله دیپلماسی از آن مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت میکند که سازمان ملل در آن نقش تسهیل کننده را داشته باشد. ما بر اساس دیپلماسی از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت میکنیم که سازمان ملل در آن نقش تسهیل کننده را داشته باشد. ما در منطقه کشورهای دیگر و به طور خاص پاکستان را تشویق میکنیم تا پروسه صلح را بیشتر از پیش در افغانستان حمایت کنند. حدود یک ماه قبل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تا تاریخ 11 سپتامبر تمامی سربازان خود را از افغانستان خارج خواهند کرد. همزمان با افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور، شمار زیاد از شفاخانه ها در کابل مرکز افغانستان با نبود اکسیژن مواجه شدند. وزارت صحت عامه کمبود اکسیژن را تایید می کند، اما می گوید که یونیسف به تعهد خود در بخش کمک اکسیژن برای آنان عمل نکرده است و اگر به زودی برای آنان اکسیژن آماده نشود بر راه های دیگر غور خواهند کرد. از سوی دیگر کمیته اسرمیاشت با توجه به گراف بلند شیوع ویروس کرونا نیز یک شفاخانه را در کابل برای معالجه بیماران ویروس کرونا در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده است. افغانان در حال حاضر به دلیل گسترش سریع موج سوم ویروس کرونا شب و روزهای دشوار را سپری می کنند و هر روز همزمان با بلند رفتن گراف واقعات مثبت کرونا شفاخانه ها با کمبود شدید اکسیژن مواجه می باشند. مقام های صحی می گویند تا اکنون تا حد امکان گسترش ویروس کرونا را در کشور مهار کردند، اما یگانه مشکلی که کمبود اکسیژن است برای رفع آن نیز بر راه های بدیل کار می کنند. آنان میگویند که تمام کارخانه های کابل در یک وقت ظرفیت تولید 3850 بالون اکسیژن را دارند، اما روزانه 600 بالون اکسیژن مصرف می شود. مقام های این وزارت میگویند یونیسف در بخش اکسیژن بر تعهدات خود با آنان عمل نکرده است، اما این اداره را پس از فشارهای زیاد وادار نموده است که تا چند روز آینده دستگاه های اکسیژن را در 15 شفاخانه نصب کند. نړیوال بانک او آسیایی پراختیایی بانک منابع یونیسف سره شریک شوی و یونیسف تعهد کړی و چې د هود په میاشت کې تیر کال زموږ 15 روغتونو ته به د اکسیجن د تولید فابریکې نصبوي. په تکرار مې داسته میډیا سره شریک کړی دی چې په دې برخه کې ډېر جدي تاخیر درلود. پس له ډېر فشارونه او اداري جنجالونه دوی په دې وادار شوه چې سبا انشاءالله لس پایې د اکسیژن پلانټونه کابل ته به ترکیه نه راوړي. این در حال است که کارخانه های تولید اکسیژن در شهر کابل تنها می توانند که برای شفاخانه های این شهر اکسیژن داشته باشند، اما در دکان های فروش اکسیژن قطعا پیدا نمی شود. از سوی دیگر اکسیژن فروشان قوای مرکز شهر کابل می گویند تقاضای اکسیژن بلند است، اما کارخانه های اکسیژن تنها بر قراردادیان خود اکسیژن می دهند. اکسیژن در بازار پیدا نمی شود. شرکت های هم که مردم میرد در نوبت میشانشان سو وقت میرن تا شام دیگر تو دیگر هم منتظر می باشن با بعض شان نمیرسه با بعض مریض ها که میرسه و زیادترش که هست اگر اکسیژن تیم هم اکسیژن نیست زیادترش طرف هم قراردادی ها را پر میکنن به مشکلات مردم رسیدگی نمیشن. اولا اینجا تقاضا مردم بیش هست زیاد است. زیادتر مردم میان اکسیژن پرسان میکنن بالون وجود داره اما خود اکسیژن پیدا نمیشه گاز اکسیژن. کمیته اسرمیاشت نیز پالیسی وزارت صحت عامه را در بخش مبارزه با ویروس کرونا مؤثر می‌خواند و رئیس این کمیته می‌گوید در بخش مبارزه با ویروس کرونا یک شفاخانه 50 بستر را در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده است. در مورد تطبیق واکسن تحت رهبری وزارت بالستایی که وزارت میگه و در جایی که وزارت میگه همچنان به کمک تکنیکی وزارت و لوجستیکیش به خاطر که ما گودام و دیپو نداریم برای زی کار اینا را ما امروز به خیر امضا میکنیم. آخرین تلاش خودم میکنیم
که در کنار شما در موسط کوچک خود باشیم. روغتی مراکز در درمی چپی نروغان و در مهرکول لپر زنگلی کلی و چه در اوید جمده چخیه و در حلال احمر افغانی یعنی سریمشتی روغتون در چه بادنباغ سیمه که موقعیت لری چه در 520 رو پلارل و سر در روغتی وزارت در کرونا نروغان درمن لپر پر په اختیار کې ورکول شو، یعنی دا په دې معنی چې د تر څو کرونا ناروغانو وشیو په ټولنه کې اوچته وي تر هغې وخته پورې په دغه روغتون کې د کرونا ناروغان درملنه ترسره کیږي. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، تاکنون ارقام مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور 58,893 تن است و تعداد وفیات به 3,356 تن افزایش یافته است. مقام ها می گویند که در 24 ساعت گذشته به سطح کل کشور 1,843 واقعه مثبت کرونا ثبت شده است که در نتیجه آن 51 تن جان دادند و تنها در یک هفته گذشته بیشتر از 10,000 واقعه مثبت کرونا ثبت شده است. با ادامه خبرها خوش آمدید. اکنون هم خبر از جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سلسله آغاز سفرهای خود به کشورهای اروپایی نخست به لندن سفر کرده است. آژانس خبری رویترز میگوید که رئیس جمهور آمریکا با سلسله آغاز سفر خود به کشورهای اروپایی روز چهارشنبه به بریتانیا رفت و قرار است که پس از بریتانیا به بلژیم برود و در بروکسل در دو نشست ناتو و اتحادیه اروپا شرکت کند. قرار است که رئیس جمهور آمریکا هفته آینده به ژنوا برود و در آنجا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. این نخستین سفر بایدن است که باعث رئیس جمهور ایالات متحده به کشورهای اروپایی انجام می‌دهد که هدف اصلی آن بهبود روابط آمریکا و اروپا خوانده شده است. ممنون که خبرها را از کابل نیوز بیننده بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.